توی این ویدیو میخواییم دعوای جنجالی حسین و نگین وسط لایو اشکا رو با هم ببینیم و گریه شهید نگین وسط لایو اشکان و نتیجه که خیلی ها رو شوکه زده کرد. اصلا ویدیو روز دست دارید بریم هم ببینیم حسین و نگین بالاخره آشتی میکنن یا واسه همیشه از هم جدا میشن. خیلی بچه همونطور که تو لایو قبلی دیدید اشکان میگفت حسین و نگین رو میخوام آشتی بدم، ولی حسین و نگین یه سری لجبازیات داشتن و نگین نگران این بود که حسین اونو نبخشه و یه سری دعوا هنوز بینشون بود تا اینکه دیروز لایو اشکان آپلود شد و اشکان یه لایو گذاشت که وسط لایو کلی دعوا و درگیری بین نگین و حسین بود، کلی کشمکش و بحث و جدل مختلف. به علاوه اینکه نگین شروع کرد وسط لایو گریه کرد که همین نشون میداد هنوز بین نگین و حسین یه سری کشمکش ها و دعوای عجیب و غریب وجود داره. و خب از لایو که بگذریم، نتیجه لایو هم به نوع خودش خیلی جنجالی بود. بریم سراغ ویدیو امروز. حرف اضافی نمیزنم، لایک ویدیوتون نره. ما رسیدیم شه نگین و حسین، ما رسیدیم شه هم دیگه حرف میزنن. منم اومدم این برکه مزاحم حرفاشون نباشم. فعلا که به هیچ نتیجه ای نرسیدن. دعا کنید بچه ها، دعا کنید همه چی خیلی خوب پیش بره. حالا از اشکان بهتون بگه اشکان واقعا تردششون میسانه، یکی از تو مخترین هم بله. ولی وقتی تونست با ما کنار بیاد امیدوارم بقیه بشارم. نه من بابا خدامه حاجی، مثلا من علی و مهمز هم قلبم خیلی دوست دارم، اوکیشون کنم فلان کنم. دعواشون شد؟ قلب شده. چی شد؟ دعواتون شد؟ چی شد؟ دعواتون شد؟ دو دقیقه آشوب اوکی باشت الان لایت خواه همون دیگه. ببین دخالت آجو من که جایی و یه چیزی اتفاق بیافته تو به خود اجازه بده دخالت کنی دیگه. من صحبت میکنم ولی دخالت نمیتونم بکنم. اول که ما ساعت 2 با اینا قرار داشتم، من ساعت 3 رسیدم آجو. من یه موشتم و غذایی با میرفتم یا حرکت ها میزدم، رفتم زدم و خلاصه دیگه دیر رسیدم. یه خورده رسیدم دیدم هر کنونشون یه وری نشستی که اومانش اینو بچه ها هستن. خلاصه کلی صحبت اومد کردیم و این داستان ها آجی یه سری مسئله ها بود که از دست من بر میمد دیگه. حالا تو هم تو برنامه اتفاق افتاده بود این مسئله ها، یه دو سه تا مسئله بود خود برنامه ما اتفاق افتاده بود. بذار بگن اینا رو. تو خود برنامه ما یه سری اتفاقا افتاد. من جلو تو روی جفتش هم گذارم بچه بازی بیشتر دیگه، این لجبازیه خراب میکنه. سر اینکه حالا تو آبروی من نمیدونم چی، 1-2 میلیون نفر آدم بردی و نمیدونم تو اینستاگرام 5-10 میلیون آدم. بازم دم اشکان گرم که داره نگین و حسین آشتی میده. خب همه که بگذریم، نگین یه سری دعوا و کشمکشا با حسین داشت و همین باعث شد یه سری سوء تفاهم پیش بیاد و وسط برنامه کلی بگیرن رو هم دیگه و همین ویدیو بالاخره تو اینترنت پخش شد تا اینکه بزرگترین آدما و بزرگترین یوتیوبرا هم حتی نسبت به برنامه واکنششون دادن و همین باعث یه سری دلخوری شده بود. ولی خب ماجرا خیلی جالب تر از اینا هم میشه. اینجوری غرور منو شکون دیگه. دیگه حالا میمونه یه سری صحبت های شخصی دیگه، یه سری صحبت همه تو هم دایرکت بره بودی تو گوشی چی نشون میداد این داستان ها. یه سری آجی چیزا بود، یه سری آدم های دیگه، یه سری چت ها بود که اصلا افتضاح دیگه. یعنی اصلا من نمیدونم حالا اصلا اینا از کجا در اومده، چی در اومده بود، اصلا چجوری این چت ها رو در آوردن. این داستان های حرف ها که سران هم یه سری سوء تفاهم بود، اونم حل شد. دیگه من نمیگم دیگه هم همه چه اوکی بشه دیگه، نگم الان دوباره حاشیه درستش. و الان فقط مونده صحبت شخصیشون دیگه. حالا یه سری صحبت شخصی و قدم این نگینه حرف بزنه، یعنی غور صحبت داشته، یعنی غور میزنه. فقط حسین حالا کمک نیاز داشته از این از اینا بگو. تو هم به من از اینا بگو. اوکیه با خدا. اوکی ها؟ یا نه؟ یه دارم کنم چرا؟ من اومدم مزاهم نشم. ایکونش بگیم گره میکنم مزاشو گذاشته رو موش رو گره میکنم. چرا خواهیم؟
خب وسط لایو لگین زد زیر گریه و همین یه سری آدم ها رو ناراحت کرده بود و گفتن لگین اصلا چرا همچی رفتاری میکنه و اصلا یه سری گفتن برای اینکه یکم پیازداغش رو زیاد کنن دارن این کار رو میکنن، ولی خب حالا کاری به این حرف ها ندارم، کاری به این صحبت ها ندارم، همین که دارن رشدی میکنن و همین که اشکان این کار انجام داد خودش خیلی خفن بود. حالا اتفاقای جالب تری میفته. نتیجه این لایو خیلی باحال بود، بریم با هم نتیجه لایو رو ببینیم که خیلی رو شوکه زده کرد. نتیجه رسیدید نرسیدید من رو بودم اینجا چهار کار میشه شما بفرمایید. نتیجه که صحبت کردیم و به نظر من شما بفرمایید الان بفرمایید صحبت میگه نکردی الان میگه صحبت کردی الان چی الان صحبت میگه نکردی مالا برده بردی میتونه نه صحبت کردیم دارم میگم نتیجه رو بشه نتیجه رو همینان دخترانی چرا؟ هم سریعه هم رفت همه صحبت کردیم چی میگیم؟ صحبت کردیم اجازه بده من بگم صحبت کردیم یه سری مسائلمون قرار حل بشه یه سری که خودم حل کردیم اونا که حل شده هیچی یه سری مسائل دیگه بود که حالا تو زندگی و خصوصی شرایط اون بود اونا رو صحبت کردیم داریم کم کم حل میکنیم. نتیجه این سه ساعت صحبت زدی داشتیم این بوده که ایشون به ما افتخار بدن یه یکی دو بار دیت بریم با هم که ای؟ آره خب نه اوکی در بیم در بیم نه اوکی نه آقا به سال داریم یه از هم دور بودیم گفتیم که خب بریم آدم ها بریم چند بار با هم بیرون الان اون زاویه‌ای که با هم داشتیم حل شد. الان اون گارده برداشته شد. آره. بچه بازی کامل برطرف. آره، اون برطرف. به غیر از حسین رو خیلی از سوژه اکسیز مثل علی و مهناز و کامیاب و فائزه و اینا هم دارن اوکی میشن. حالا باز اونایی که هم کل شخترن و فکر نکنم به این سادگی ها بخواد یه اتفاق بیفته. اشکان تو لایو یه سری صحبت ها راجع به اونا هم کرد ولی خب زیاد واکنشی نشون ندادن، مخصوصا علی و مهناز. باز نمیدونم، امیدوارم اونا هم مثل حسین و نگین این اتفاقی که الان واسه شون افتاد بیفته و یه جوری انگار نگین و حسین واسه همیشه دیگه پروندهشون بسته شد. اگه عشق و عفت دیشب هم دیده باشین میدین که نگین چقدر سر حسین نگران بود و داشت نسبت حسین واکنششون میداد و همه اینا یه بچه بازی بود که بعد 6 ماه تقریبا جدایی و این اکستیتی که ساخته شد باعث شد که به هم دیگه برگردن. با هم داشتیم حالا سوء تفاهم حل شد. نه بعد یکی دو تا قرار چیز داشته باشیم. ما خدایی که هم میتونه فقط سر سر تموم بیدیم. سر سر هم که کاری اون که یه طرف من هم یه طرف اینه راستیه سر سر یا دعوا میکره با هم دیگه یا این داد بیزد یا اون داد بیزد یا دیگه اینه الان که دیگه میتونم داد بیزد رو زبط بگرد الان مشکل نه داد بیزد رو زبط بگرد آره یا جیغداد بوده یا گریه بوده یا من قهر بکنم نگینو من سه دفعه استاپ وسط را با استاپ برش گردوندم یعنی دور ولی میچسب آره گام شد تو هم با موتور نه آقا نه آقا همه الان گفتیم من مطمئن آقا شوکی داره میکنه ولی شوکی میکنه آقا باشه با پیاد من چه خاطر این موقعیت پیاده اجازه بده تو همچون موقعیت مهمه تو با خارش اگه ولی بگی من شده با پای پیاده میام ولی با موتور به خاطر شما نمیام تمام. خیلی بچه رو ویدیو امروز لایک و سابسکرایب این ویدیوتون نره ویدیو قبلی هم دستایید کل اتفاق جنجالی افتاده همین الان نظرت کامنتو بهم بگید تا ویدیو بعدی میبینمتون.